آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. نامه‌ای بود قبل از اینکه به مسائل دیگه بپردازم، چون خیلی مهمه. همیهنان گرامی، ما در فارسی یه شعری داریم: یارب روا مدار که گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود. منظور اینجا گدا نیست، کسی فقر نیست، گدای فکری. همیهنان گرامی، آدمای عقب افتاده، آدمای متحجر، اگر چنانچه قدرت بهشون بدید و به خصوص یه ایدئولوژی خاص داشته، خیلی رو اونم تعصب داشته باشه، نه تنها خودشون، خانوادهشون و اطرافیانشون رو به خطر میندازن، به نابودی میکشن. اگر در رأس یه مملکتی قرار بگیرن، اون کشور، اون مردم رو به بدبختی و بیچارگی و نیستی سوق میدن. در طول تاریخ اینطوری بوده. خیلی کم شما میبینید آدمای عقب افتاده از نظر فکری بتوانن برای خانوادهشون، برای میهنشون، برای مملکتشون، برای اطرافیانشون خوشبختی و سعادت بیارن. خیلی داریم. یه سرجوخه ارتش پروس مثل آقای آدولف هیتلر کاری میکنه که ملت آلمان رو به تجزیه میکشه، خاک اون مملکت رو توبره میکنه، 50 میلیون نفر در جهان کشته میشن به خاطر حماقت‌های یه آدمی که از نظر فکری فقیره. صدام نمونه دیگریش. این همه جنایت کرد، این همه کشتار کرد و عاقبت خودش هم به اون سرنوشت گرفتار شد، خانوادش همینطور، و یک مملکتی مثل عراق رو به نابودی کشون. و حالا روح الله خمینی کبیر با قول آقایون و علی خامنه‌ای، یه روزخانی که سوار موتور میشد و میرفت روزخانی میکرد، سرنوشت یک کشور با تمدنی رو مثل ایران به دستش سپردن. ببینید چه ادعاهایی که نداره. خودشو نایب امام زمان میدونه، خودشو یواش یواش جای پیغمبر و علی و نمیدونم، و چند وقت دیگه هیچ بعید نیست که خودشم خدا بدونه. و بدبختی اینجاست که اونایی هم که دوره ورش هستن از نظر فکری درست مثل خودش میمونن، آدمای عقب افتاده، متحجر و سود طلب و چپاولگر، بیره جانی. ببینید چه مملکتی درست کردن. بخشنامه صادر کردن در مهد کودک ها، نه کودکستان و نمیدونم دبستان. بچه ها باید قوانین اسلامی رو درک بکنن، بره توی سرشون، تو مغزشون. و رقص و آواز یعنی چی؟ یه بچه مسلمان باید یاد بگیره از بچگی روزخانی رو، گریه و زاری و بهشت و جهنم، و که اصلا خلق شده برای اینکه نابود بشه به خاطر دینش. اینا خدا رو هم یه آدم دیوانه فرض کردن که بشر رو خلق میکنه برای اینکه آماده بشه بره خودشو به کشتن بده. میگه ملت شهید پرور، یعنی ملتی که یک مادری باید 9 ماه آزگار بچه رو در شکمش پرورش بده، این بچه رو متولد کنه، شبهای متوالی بیدار بمونه، این بچه رو تربیت کنه، تحویل آقایون بده، آقایون ببرن بندازنش رو مین، ببرن بهش بمب بچسبونن، بره خودشو فنا بکنه، فدا بکنه برای اینکه در یک دنیای دیگری بقول آقایون بره تو بهشت. ملت شهید پرور. دیدین اینایی که دامداری میکنن، گوسفند پرورش میدن،
گوسفندا رو پروار میکنن برای قصابخانه. اینا خیال میکنن مردم ایران، مادرای ایرانی وظیفه و کارشون تربیت بچه هاشونه، اینا رو پروار کردن و دست آقایون دادن برای اینکه برن بچه ها رو ببرن رو مین، بچه ها رو تروریست بکنن و آدم کشی بکنن. این شیعیانشن، اون برشم سنی ها و وهابی ها و همینطور. ببینید در روز چند صد نفر انسان ها در جهان کشته میشن به خاطر اینکه آقایون میخوان اسلام رو در جهان تقویت کنن. در عراق ببینید شیعیان سنی ها رو میکشن، سنی ها شیعیان رو میکشن. در عربستان همینطور، پول میده عربستان سعودی به تروریست های سنی و وهابی آدم بکشن، اسلام جا بیفته. ببینید چه خبره تو منطقه. اثر رو نگاه کنید، 9000 نفر انسان رو کشته و همچنان اون بالا نشسته. حالا یه عکسی رو دیدم در یوتیوب از آقای رهبر، خیلی گویاست این حرف هم میهنانی گرام، این عکس آقای رهبر رو نشون میده با عمامه، نگاه کنید، و یه تاج روش. اما نامه‌ای که در ارتباط با این عکس و این کاریکاتور نوشته شده جالبه. من یه قسمتایی از این نامه رو براتون میخونم. این نامه رو کسی نوشته که به قول خودش یک بچهش در جنگ ایران و عراق شهید شده به خاطر بقای جمهوری اسلامی، برای اعتقاد به امام، رهبر کبیر انقلاب. و یه فرزند دیگرش تحصیل کرده، حقوق خونده، استاد دانشگاه است و برای این حکومت اسلامی زحمت کشیده. فقط در یکی از این سال نماینده مجلس بوده چند دوره و یک نامه سرگشاده به این آقای روزخان بزرگ نوشته و نوشته آیا انقلاب اسلامی در سال 57 و شهید شدن عده زیادی در جنگ ایران و عراق فقط به خاطر این بود که شما در قدرت بشینی و مملکت رو به این حال در بیاری با عواملی مثل احمدی نژاد و سرداران محترم اسلام؟ این نامه بود که آقای شعله سعدی، استاد دانشگاه، حقوقدانی که در مجامع بین المللی از حقوق ایران دفاع کرد. میدونید که 12 میلیارد دلار ثروت‌های مردم ایران رو به دلیل سیاست‌های داهیانه رهبر کبیر انقلاب آمریکا بلوکه کرد و این 12 میلیارد ثروت مردم ایران در دادگاه‌های مختلف آمریکا به شرکت‌ها، به نمی‌دونم کنسرن‌ها اینا پرداخت شد. و همین آقای شعله سعدی به عنوان یک حقوقدان از منافع جمهوری اسلامی در دادگاه‌های مثل دادگاه لاهه دفاع می‌کرد از جمهوری اسلامی. حالا این آقا 10 سال پیش یک نامه نوشت به آقای خمینی، به آقای خامنه‌ای رئیس روزخانها، و انتقاد کرد. نه برانداز بود، از خودشون بود، به قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد داره، برادرش گفتم شهید شده به قول خودشون، در مجامع بین المللی به عنوان یک حقوقدان از منافع ایران دفاع کرده. ولی همین آدم به دلیل انتقاد از یک روزخان که در رأس مملکت قرار گرفته محکوم به زندان شده. از طرف کی؟ قاضی حداد، کسی که با مرتضوی، همین مردک جانی، الان مسئولیت قضاییش گرفته شده به علت تخلفات زیادش. حالا همین آقای شعله سعدی در زندان جمهوری اسلامی 1 سال آزگار زندانی است در بند 350، مریضه و مریضیش به اون اندازه است که پزشک معتمد خود اینها نوشته ادامه زندانی بودن او خطر مرگ داره براش.
مادر این آدم یک زن فاضله است، بسیار فهمیده است، بچه های خوبی رو تربیت کرده و تقدیم جامعه کرد. یه نامه نوشته به آقای رهبر، اعلی حضرت رهبر، رئیس روزخانه. این نامه رو از سامان خواهش میکنم این تصویر بله رئیس روزخانه رو بذاره تو، من این نامه رو قسمتش رو براتون بخونم. ببینید ایشون چی نوشته. نوشته اعلی حضرت ها، شاید تعجب کنید که چرا میگویم اعلی حضرت. این نامه خود گویای این مفهوم خواهد شد، چرا که این نامه از طرف مادری دلسوخته و داغدار 86 ساله است که هم داغ فرزند شهید را بر خود دارد، شهید اصغر شعله‌سدی، و هم دلسوخته فرزند اسیری است که ظالمانه و غیر قانونی همکنون در کشوری که شما در رأس آن قرار دارید توسط عوامل شما اسیر شده است. دکتر قاسم شعله‌سدی، آری اعلی حضرت، تا آن زمانی که مجتبای شما به درس و مشق می پرداخت، اصغر نوجوان من که دانش آموزی بیش نبود و آن هم دانش آموز ممتاز دبیرستان دانشگاه شیراز، درس و مشق را رها کرد و به جبهه ها پیوست. شما باید حافظه خوبی داشته باشید. آیا یادتان هست در آن زمان که اصغر نوجوان من هدف آرپیجی قرار گرفت و خواهر محترم شما به کدام دشمن پیوسته بود و صدام داماد محترم شما از کدام رادیو بر علیه شما صحبت میکرد؟ نصف بدن اصغر من متلاشی شد. در آن روز وداع من فقط نیمی از بدن اصغرم را به خاک سپردم. گفتم من فرزندان دیگری نیز دارم و نیز گفتم همه جوانان ایران فرزندان من هستند. در همان زمان نیز پسر دیگرم دکتر قاسم شعله‌سدی، این استاد حقوق و سیاست دانشگاه، در دادگاه‌های بین‌المللی از حقوق ملت ایران در جبهه حقوقی و دیپلماتیک دفاع می‌کرد. از این گذشته پس از شهادت آن فرزند دیگرم را به جبهه ها فرستادم. چرا؟ چون نمی‌خواستم سنگر ایران زمین در جبهه ها هیچگاه خالی بماند. همکنون نیز بر این عهدم پایبندم. باز هم از ملت و کشور دفاع خواهم کرد همراه با فرزندانم، بدون توجه به اینکه بستگان شما و باز هم به دشمن میپیوندند یا نه. اعلی حضرت ها، شهادت اصغرم به اندازه غم و اسارت فرزند دیگرم قلب مرا نیازارد، زیرا اصغر من به دست دشمن شهید شد، اما فرزند دیگرم که همکنون اسیر شماست تنها به جرم دفاع از حقوق ملت، امر به معروف و آزاد اندیشی اسیر شده است. مگر شما خود خواستار آزاد اندیشی نشده اید؟ دکتر قاسم شعله‌سدی به دنبال طرح چند سوال قانونی از شما در سال 1381، یعنی 10 سال قبل، به دست قاضی دستگاه قضایی شما قاضی حداد محکوم شده است. و قاضی حداد همان کسی است که به علت شکنجه منجر به قتل و تخلف درباره زندانیان کهریزک همکنون از مسئولیت قضایی تعلیق شده است. راستی آیا این ننگ این شکنجه ها تا ابد از پیشانی جمهوری اسلامی پاک خواهد شد؟ چنین محکومیت ها و چنین حکمی هیچ زیبنده آن طرح دلفریبی که شما ترسیم می کنید نیست هست؟ البته رأی صادره همچنان ناشیانه و بیپایه بوده که رئیس قوه قضاییه منصوب شما که گویا استاد شما هم بوده، حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص داده و دستور توقف
اجرای حکم و اعمال ماده 18 را داده است که ظاهراً طبق قانون میبایستی رسیدگی مجدد ماهوی شود. اما همکنون به شما خبر میدهم که چنین کاری هیچگاه صورت نگرفته و اکنون با گذشت 10 سال از اتهام به علت مرور زمان امکان رسیدگی نیست. میدانید که من مادر خانواده هستم که حقوقدانان متعددی به کشور تقدیم کرده و لذا شاید الفبای حقوق را بدانم. معلوم نیست که دستگاه قضایی ناعادلانه شما که باید پشتیبان حقوق و آزادی های مردم باشد به چه مجوزی از آزادی فرزندم خودداری و اصرار به اجرای حکم نقض شده و مشمول مرور زمان شده که مطلقاً قابلیت اجرا ندارد می نماید. اعلی حضرت ها به دلیل کبر سن، فرسودگی جسم و جان، بعد مسافت و سرانجام کثرت و نفسگیر بودن پله های زندان اوین، حتی امکان ملاقات با پسرم دکتر قاسم شعله سعدی را از پشت میله های زندان اوین که امروز به دلیل اجرای سیاست ها و دستورات شما یا کار به دستان منصوب و منصوب شما به دانشگاه تبدیل شده است را ندارم و 1 سال آزگار است که همچون یعقوب لبی حتی از عطر یوسفم نیز یعقوب نبی حتی از عطر یوسفم نیز محرومم. با وجود این حتی از شما درخواست مرخصی استعلاجی وی را هم ندارم، علارغم اینکه به علت شکنجه دچار آسیب نخایی شده و همان پزشک متخصص زندان به علت وخامت وضع سلامتی و در معرض آسیب دیدگی کلی نخایی قرار داشتن 4 مرتبه نظر و عدم تحمل کیفر داده، ولی مقامات قضایی ظاهراً تعهد دارند که از طرفی نظر پزشک معتبر خود را نادیده بگیرند و از طرف دیگر قصد دارند پسرم را آنقدر در زندان نگه دارند تا فلج بشود. این در حالی است که مدت حبس وی که توسط قاضی صلواتی و به دستور مقامات دستگاه امنیتی شما محکوم شده بود به پایان رسید. و همیهنان گرامی، نامه طولانی است که من فرصتش رو در این برنامه دارم، فقط خواستم رؤوس کلیش رو به آگاهیتون برسونم. بله، اینه همیهنان گرامی، وقتی که شما مملکت رو در اختیار یک آدم متحجر عقب افتاده میدید، او که نمیاد یه عده دانشمند و باشعور و فهمیده رو دور بر خودش جمع کنه، او میره همسنفای خودش رو، آدمای جانی رو، آدمای خونریز رو، ددمنش رو جمع میکنه تا بتونه بر اونها فرمان روایی کنه و دست اونا رو باز میذاره برای چپاول ملت و این موضوع رو به اونا تفهیم میکنه که تا زمانی که من هستم شما آدمایی که شعور حتی اینی که یک 4 تا آدم رو اداره کنید ندارید، می توانید از این خانه یغما استفاده کنید. اگر من برم، شما همه باید برگردید به اون جایگاه اصلیتون، یعنی باجگیری، قاپ ریختن، چاقو کشی و جیب مردم رو خالی کردن، چون یه در آزل و باش دوره بریشون دیگه، از سردار قوچلی حسن فیروزآبادی گرفته تا آقای نقدی، سردار نقدی، تا سردار زرقامی، تا سردار علی لاریجانی، تا برادر و اخوی و آلا چیه آیت الله، اون که رئیس قوه قضایی است، تمام این کسانی که در این مملکت الان شغلی دارن، از احمدی نژاد گرفته رحیم مشایی، همه اینا یک دوران تیر خلاص بزن طی کردن، دوران تروریستی طی کردن، از سفارت بالا رفتن، در از سفارت خانه های مختلف بالا رفتن، دستشون به خون همیهنان ما آلوده است، آغشته است و در چپاول اموال مردم ایران ید طولا دارن. آقای احمدی نژاد میاد میره استاندار اردبیل میشه و در اونجا چپاول میکنه با یه عده اطرافیانش
بعد میاد شهردار تهران میشه با 20%، 18% به عنوان شهردار انتخابی. و بعد این آقای روزخان بزرگ تشخیص میده که اینه که میتونه بیاد که من صداش بزنم، به قول استاد شادروان، استاد فرازمند، بگم محمودی بودا دوتا چای بیار، که حتی اونم نتونست تحملش کنه. وقتی که یکی در این حد از شعور در رأس مملکت قرار میگیره، چه خودش چه روح الله خمینی، اون آدمایی که دوره ورش هستن باید از همسنخای خودش باشن، آدمای با شعور و فهمیده و نمیدونم با مسئولیت و فرهیخته که نمیان با اینا کار کنن. این همینان گرفت. امروز آقای احمدی نژاد دیروز رفته به تنب بزرگ و کوچه ابو موسا، رفته به ابو موسا تو این سه تا جزیره که سابقه طولانی داره، نقشه های تاریخی رو نگاه کنید، این متعلق به میهن ما بوده، همونطور که بحرین متعلق به ما بوده، همینطور که بسیاری از این کشورهای قلابی خلیج فارس متعلق به ما بودن. ایشون رفته در اونجا یه نطقی کرده و گفته این خلیج فارس همیشه خلیج فارس، و گفته اینجا متعلق به سرزمین ماست. امارات متحده عربی یه که متشکل از چند تا شیخ نشین چلغوزه، اینا ادعای ارضی دارن برای این سه تا جزیره ما. دلم میخواد این نقشه رو سامان اگه میتونه نشون بده، تنگه هرمز رو، این قسمت عمانه، این سه تا جزیره رو شما ببینید از نظر نقشه این سه تا جزیره نزدیک ایران واقع شده. حالا یه زمانی، زمان رژیم گذشته، این سه تا جزیره رو در برابر این که بحرین رو اجازه دادن استقلال پیدا بکنه و رأی مردم بحرین رو کسب کنن، این سه تا جزیره که متعلق به ما بود و انگلیس‌ها اشغال کردن، به اشغال ایران درآمد. در اون زمان شیخ شارجه که یکی از این جزایر کوچیک خلیج فارس بود، آمد قراردادی با دولت وقت ایران بست که تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا متعلق به شماست، اما ابو موسا یه مقدارش باید در دست امارات متحده عربی باشه، چون مردمی که شناسنامه شارجه رو داشتن در اونجا زندگی میکنن. و محمد رضا شو نگاه کنید، عمیانان گرامی، این نقشه تنگه هرمز، اون قسمتی که تو رفتگی داره سرزمین ماست، مال ایرانه، این قسمت که جلو اومده عمانه، این سه تا جزیره اگر بزرگتر نشون داده میشد مشخصه، تنب بزرگ، تنب کوچک به ابو موسی. من زمانی که در سال 47 در بندرعباس، در تلویزیون بندرعباس مسئول خبر بودم، مدیر خبر بودم، تمام این جزایر رو ما رفتیم با هلیکوپتر فیلم گرفتیم. این شیخ‌های ام القوین، شارجه و چند تا از این شیخ نشین‌های دیگه آمده بودن در بندرعباس، کاخ برای خودشون درست کردن با اجازه دولت ایران. اینا زمستان ها می اومدن در بندرعباس، چون هوای خیلی لطیفی داشت، و هوبره شکار می کردن، عاشق هوبره هستن. می دونید که هوبره گوشت بسیار لذیذی داره، پرنده بسیار خوشگوشتیه. اینا می اومدن در اونجا، بله کاملا مشخصه، می اومدن در اونجا شکار هوبره، ام القوین، شارجه، نمیدونم هر کدوم از اینا، دبی. و من یادمه آقای پیروز، منوچهر پیروز که الان در فرانسه هست، ایشون استاندار استان ساحلی بود، یکی از این شیخ ها، نمیدونم شارجه بود یا ام القوین، آمده بود زمستان اونجا که شکار هوبره بکنه، به آقای پیروز خبر دادن که ایشون از یکی از نوکرانش عصبانی شده، میخواد فردا صبح اینو گردن بزنه تو خاک ایران. منوچهر پیروز پیغام داد برای این مرده که حاکم ام القوین بود یا شارجه، نمیدونه، و گفت اگر یه همچین جنایتی رو مرتکب بشی تو خاک ایران، ما طبق قانون شما رو میگیریم، دستگیر میکنیم و به عنوان جانی محاکمتو میکنیم.
و او فوری صرف نظر کرد و اون مردی که میخواست بکشه مال لار ایران بود. میدونی که اکثر این شهرنشینا اهالیشون از لار و سرزمین های ایران هم. از بندرعباس، کشم، نمیدونم لار، اینا اکثرا ایرانی هم. حالا این شیخ این شیخ های چلغوز اومدن ادعای ملکی دارن، ارضی دارن برای این جزایر ما. حالا اینا هیچی نیست. امروز امارات متحده عربی به دلیل اعتراض به احمدی نژاد سفیر خودش رو از ایران احضار کرده و مسابقه فوتبالی که قرار بوده برگزار بشه تعلیقش کرد، کنسلش کرد. اما ببینیم در این شرایط احمدی نژاد چرا رفته در اونجا؟ آیا عرق میهنی دارن اینا؟ احمدی نژاد، علی خامنه ای، روح الله خمینی رهبر کبیرشون و همه این اراذل و اوباش که در حاکمیت هستن، اینا دلشون برای مردم ایران و سرزمین ایران میسوزه؟ نه، اینا الان در این شرایط حساس که دارن زیزیرکی با آمریکا و غرب میخوان معامله کنن سر جریان اتمی، ولی در ظاهر هارت و پورت میکنن، آمدن میخوان توجه مردم ایران رو ببرن روی مسئله میهنی. مسئله ارضی خیلی مهمه، همطور که الان من عصبیم و همه شما، که آقا این دوبه چلغوز و امارات متحده عربی، حالا این اومدن میگن که آقا این سرزمین ما، این احمدی نژاد رفته در سرزمین های عربی و ما سخنرانی کرده. ببینید چجوری آدم آتش میگیره. احمدی نژاد و دار و دسته جمهوری اسلامی هم دقیقا اینو میدونن و درست در یک همچین شرایطی این مردک دلغک بلند شده رفته اونجا این حرفا رو میزنه، دوباره یاد ایران افتاده، دوباره ملی گرا شده برای اینکه توجه مردم ما رو از مسائلی که در منطقه داره میگذره مورد توجه، بعضی وقتا به لغت ها رو یادم میره، اینا رو همه رو بیاره رو مسئله خاک ایران و سرزمین ایران. کی این کارو میکنه؟ مرسی سامان جون، درست عکسی که من میخواستم بگم آوردی. کسی که رفته زیر تابلوی نشسته که نوشته اینجا جلسه نمیدونم سران شیخ نشین های خلیج عربیه. نگاه کن، رفته با افتخارم نشسته زیر این پرچما. حالا این آدم درست در این شرایط که زیرکی دارن آقای علی اکبر ولایتی، به نوشته دی ولت، آقای علی اکبر ولایتی مشاور امور خارجی مقام معظم روزخان بزرگ، کسی که در دادگاه میکنوس به جرم جنایت و دست داشتن در جنایات جمهوری اسلامی در میکنوس، آقای علی خامنه‌ای، آقای علی اکبر رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و فلاحیان، این چهار نفر طبق رأی دادگاه میکنوس در هر سرزمینی اگر برن مثل جانیا باید باشون رفتار کرد، دستگیرشون کرد و تحویل دادگاه بین‌المللی داد. در یک همچین شرایطی آقای متکی هم اینجا بغل دست آقا نشسته، در یک همچین شرایطی آقای ولایتی بلند شده اومده رفته در واشنگتن. اینو من نمیگم، اینو دیوت نوشته، یکی از معتبرترین روزنامه های آلمان، و در حال مذاکره است با اینا. درست این فکر نکنید که همینطوری آقای رفسنجانی ورداشته نقل قول کرده از امام کبیرشون که من به امام نامه نوشتم، که آقا دنیا شما چه بخواین چه نخواین در دست آمریکاست، یه ابرقدرته و نفوذ داره و ما نبایستی با یه همچین کشوری، ما با روسیه مصاحبه گفتگو میکنیم، ما با عربستان داریم گفتگو میکنیم، ما داریم با نمیدونم چین صحبت میکنیم، چرا با آمریکا نباید صحبت کنیم؟ و هفت مورد رو نوشته که نوشته من به امام اینا رو گفتم، گفتم تا شما زنده اید باید این مسائل حل بشه. شما خیال میکنید آقای رفسنجانی، این آدمی که بهش میگن چرچیل جمهوری اسلامی، مغزش خرابه درست تو این شرایط این فوشا رو به خودش بخره و یه همچین مطلبی رو مطرح کنه؟ نه،
اینا دارن این موضوع رو جا میندازن که نظر امام این بود، آقای رفسنجانی اینو گفته، مقام معظم رهبری هم آقای ولایتی رو میفرسته در واشنگتن و یواش یواش دارن زمینه رو آماده میکنن برای نزدیکی به آمریکا و معامله سر این جریان هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ای و اتمی. و این قول رو اینا میخوان از غرب به آمریکا بگیرن که شما، ما این مسائل هسته‌ای رو با شما میتونیم حل کنیم، ولی شما دیگه مسئله نقض حقوق بشر رو، این مسائل رو بذارین کنار. تحریم ها رو خود آمریکایی‌ها میگن، میگن اگر غربی‌ها به آمریکا، اگر جمهوری اسلامی شرایط غرب رو در مورد فعالیت‌های اتمیش بپذیره و ثابت بکنه به آژانس بین‌المللی و جهانیان که فعالیت‌های نظامی نداره، ما مشوق‌های بسیاری داریم برای ایران که بتوان از این مشوق‌ها استفاده کنه. حقوق بشر چی شد؟ رفت همینانی گرام. حقوق بشر دیگه مطرح نیست و بی خود نیست. الان احمدی نژاد بلند شده رفته ابو موسی شروع کرده راجع به ملیت و ایرانیت و خلیج فارس و تمدن درخشان ایران و اینا صحبت کردن و مردک اینقدر بی سواد و بی شعوره که میگه هزاران سال از استقرار اسلام گذشته و ملت ما این کاری کرده، این کاری کرده. بخونید گزارش الان براتون میخونم. و اینا دارن همینان گرامی از بالاستر ملت ما بعد از این همه فشارهایی که به مردم ما اومد، این همه جنایتهایی که اینا در مملکت ما کردن، در میهن ما کردن، شریفترین انسانها رو در زندانها زیر شکنجه بردن، معیوب کردن، حالا میخوان از بالاستر ملت ما برن معامله بکنن و این موضوع رو جا بندازن که شما همونطور که در عربستان آقای ملک عبدالله گردن میزنه، آدم میکشه، حقوق بشر رو نقض میکنه، تازه هنوز به زنها اجازه رانندگی نمیدن، شما اونا رو جز متحدین خودتون میدونید. ما که داریم همه این ظاهر حکومت مردم سالار رو حفظ کردیم، حالا خودمون حقوق بازی میکنیم، آدم ها رو در میاریم، شورای نگهبان درست کردیم، دستچی میکنیم، خب ما رو چرا قبول نداریم؟ خب ما فعالیت های اتمیمونو به این شروط میذاریم کنار، شما ما رو به عنوان یک دولت صاحب قدرت در منطقه و جهان بشناسید تا هم ترور نکنیم در دنیا، هم تو نمیدونم عراق و جاهای دیگه به تروریستا کمک نکنیم و هم با شما را بیاییم، منتها بذارید در ظاهر ما هارتاپورت خودمونم بکنیم. یه خورده راجع به این مسائلی که من مطرح کردم عمیانان گرامی فکر کنیم ببینیم آیا واقعا این فعالیت‌هایی که داره صورت می‌گیره، الان می‌بینید که اصلاحات‌چی‌ها فعال شدن بسیار. چرا نه؟ زمانی که ما در اینجا تو سر کول هم دیگه می‌زنیم، سلطنت طلب و چپ و ملی و اینا، درست در این شرایط یه کتابی در میاد که تو این کتاب بیشتر توهین و فحاشی به ملیون ایران هست. سلطنت طلب ها رو به جون، یعنی مشروط خواه رو به جون ملیون بندازه، ملیون رو به جان چپا و همه با هم دیگه، چرا اصلاحاتچی از این شرایط استفاده نکنن؟ چرا نکنن؟ و میبینید که الان برای غرب آمریکا ارزش آقای مهاجرانی، آقای کدیور، آقای سروش، آقای گنجی و اینا خیلی بیشتر از همه شما هست که به عنوان اپوزیسیونی که 32 سال آزگاره با بدبختی و بیچارگی فقط جانتون نجات دادید، بیشتر از شما ارزش داره. تلویزیون درست کردن، چندین روزنامه و چندین تلویزیون و بودجه های خوب و برنامه های متنوع و تماس های جالب و ما هنوز تو سر هم میزنیم، هنوز تو سر هم میزنیم، هنوز یه آقا میاد میشینه توی تلویزیون، هنوز 30 سالش هم نشده، اسمش هم دکتر گذاشته، شروع میکنه همه رو گذاشته کنار، ملیار کشته وسط، شروع کرده تو سرشون زده. این ملیا شدن مثل طرفداران مصدق و ملیون، مثل مرغایی که هم در عزا و هم در عروسی اونا رو میکشن. آقا اینا رو ول کنی، ببینید الان داره چه فاجعه‌ای اتفاق میفته.
آقایان اصلاحاتچی ها دارن تمام برنامه هاشون رو پیاده میکنن، مرتب دارن تماس میگیرن، براشون شغل ایجاد. چقدر اینو من بگم؟ دستگاه های آمریکایی و اروپایی برای اینا شغل ایجاد میکنن و حقوق های عالی بهشون میدن، کلان میدن. من 5 سال آزگار تو این کشورم، حالا نمیخوام راجع به خودم صحبت کنم، هنوز اقامت من درست نیست. آقایون میان بهشون گرین کارت میدن، کار براشون درست میکنن، شغل براشون درست میکنن، و چه وضعیتی و آلترناتیو آینده رژیم های غربی هم. یعنی جمهوری اسلامی بمانه همینطوری، یه تغییرات کوچک استحاله بکنن، در حالی که ما میگیم کلیت این رژیم جنایتکار باید بره. من برنامه‌ام امروز عمیانان گرامی نیم ساعت اضافه شده، البته ممکنه این هفته باشه، حالا تو ببینیم هفته دیگه چگونه خواهد بود. بنابراین فرصت دارم که هم با دوست گرامی دانشجو فعال حسن زارزاده اردشیر صحبت بکنم و هم با دکتر مسعود نقره‌کار که به هر دوشون علاقمند هستم. هر دوشون آدمایی هستن که در طول مدت مبارزشون ثابت کردن که تحت هیچ شرایطی وجدان و شرفشون رو نمی‌پوشن، ولی مقاومن. همینطور که حسن زارزاده اردشیر بود، زندان بود، آمد بیرون، فعالیتاشو متوقف نکرد، حتی بهش شغل دادن، گفت من در این شغلی که بایستی وجدانم و این کارام بذارم زیر سرم یا بذارم زیر پام، نمی کنم، من میخوام آزاد باشم و انتخاب کنم. بگذاریم، گفتگو میکنم با آقای حسن زارزاده اردشیر. آقای اردشیر درود بر شما. درود بر شما آقای فرجی عزیز و درود بر هموطنان. چی شد تصویر؟ در یکی از ایالت‌های آمریکا مجازات اعدام لغو شد. خواستم اینو هم اطلاع هموطنان برسونم و هم خوشحالی خودم رو ابراز کنم و امیدوارم که مجازات اعدام در سراسر دنیا برچیده بشه. خبر خیلی خوبی بود آقای اردشیر. من امیدوارم که کشورهای بیشتری حداقل به این فکر بیفتن که با حذف فیزیکی انسانها نمیشه دیگران پند بگیرن. چه بسا که وقتی شما یه نفر رو میکشید اعدامش میکنید به عنوان دولت یا به عنوان یه ایالت، بعد از چند سال چندین مورد پیش اومده، معلوم میشه این آدم بیگناه بود، دیگه اون موقع نمیشه برگشت. و این آدمایی که دست به جنایت فجیع میزنن بیشتر بیمارن. حالا خیلی خوشحالم که در ابتدای صحبتتون آقای اردشیر به این مسئله توجه کردید. اما یه البته میدونید که در الان در ایرانم خیلی زندانیان سیاسی در زیر حکم اعدام هستن و شرایط خیلی بدی دارن. اخیراً آقای حبیب‌الله گلپری رو از ارومیه از سنندج به سمنان تبعید کردن به یه زندان دیگه که در کنترل باشه و نگرانی نسبت به اعدام او وجود داره. همینطور آقای شیرکو معارفی، زانیار مرادی، لقمان مرادی و چند نفر دیگر که این مشکلات رو دارن و هر آن ممکنه این بلا سرشون بیاد. به هر حال امیدواریم که هیچ وقت حکم اعدام در دنیا اعمال نشه. آقای اردشیر شما، من شنیدم که در کانادا یک اعلامیه‌ای داده شده در نشریات مختلف این کشور بشه. جریان چیه؟ شما شرح بدید برای عمیانان. خواهش میکنم. یک سازمانی در کانادا وجود داره به اسم بنایبرت که یک سازمان کلیمی کانادایی هست و طرفدار اسرائیل. گفته میشه که اعضای هیئت مدیره این سازمان که در شهرهای مختلف کانادا شعبه داره و البته بنایبرت یک سازمان بین المللی هم هست در این حال، آمدند و همزمان با ورود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به کانادا، یعنی 2 ماه پیش تقریبا،
آگهی رو در روزنامه نشنال پست و چند تا از روزنامه های کلیمی و یهودی در کانادا منتشر کردند که هم به بنیامین نتانیاهو خوش آمد بگن و همین که عکس احمدی نژاد و عکس خشایارشاه رو در کنار هم قرار دادن و مطرح کردند که خشایارشاه دستور قتل عام یهودی ها رو داد و الان هم احمدی نژاد همون اجندا و همون فکر رو در سر داره. در واقع این آگهی به نوعی جمهوری اسلامی رو خطاب قرار میده، ولی از طرفی هم تاریخ و فرهنگ ایرانی رو زیر سوال میبره و از سوی دیگری مردم ایران رو نشانه قرار میده، به خاطر اینکه این مردم ایران هستند که در کشور زیر فشار هستند و شدیدترین ناراحتی ها و شکنجه ها و مشکلات اجتماعی و اقتصادی رو دارن تحمل میکنن به خاطر سیاست های اعمال شده از سوی جمهوری اسلامی و همینطور جامعه بین المللی. بنابراین ما به عنوان جمعی از نمایندگان یا گروه های ایرانی کانادایی در اینجا دور هم جمع شدیم و خوشبختانه در اولین جلسه ما نزدیک 30 نفر حضور پیدا کردن از گروه های مختلف، طیف های مختلف، نه گروه های سیاسی فقط بلکه گروه های فرهنگی، هنری، اجتماعی و هر کسی که دغدغه داشت. و ایده این مسئله زمانی شروع شد که یک جشن نوروزی در پارلمان اونتاریو توسط آقای دکتر رضا مریدی که نماینده مجلس استان اونتاریو هست در اینجا، این جشن رو ترتیب داده بود که تعدادی از هموطنان اونجا این روزنامه رو در دست داشتن، به همدیگه اطلاع دادن و از همدیگر دعوت کردن و هسته اولیه جلسه تشکیل شد. بعد از بیش از 10 جلسه در 2 ماه گذشته و در طی این روند به اون سازمان بنایبرت نامنگاری شد و اعتراض شد که چرا تاریخ و فرهنگ ایرانی رو زیر سوال بردن. همچنین به روزنامه نشنال پست نامه نوشتیم و این روزنامه نامه رو درج کرد، اون سازمان هم جواب داد به اون روزنامه دوباره. و جای خوشبختی هست که این سازمان ابراز کرد که در پاسخ به مخالفت و اعتراض ما که مسئله ما مردم ایران نیستن، ما از حقوق بشر در ایران حمایت میکنیم، مسئله ما جمهوری اسلامی هست که الان خطری برای ما هست. خب خشایارشاه چی گفتن؟ در واقع این موضوع رو به عنوان یک بحث مطرح کردن که ما باید بنشینیم و راجبش صحبت بکنیم. ما دلایل خودمون رو آوردیم و در یک نامه چند صفحه‌ای توضیح دادیم که در روزنامه‌های محلی هم از جمله در مجله شهروند، تورنتو ایران استار و مجله سلام تورنتو و چند نشریه دیگر این مسئله مطرح شد و حتی نامه‌هایی که ما نوشتیم به فارسی در اینجا، حالا شاید اینجا خیلی مشخص نباشه، ترجمه فارسی اون رو چون نامه ها به انگلیسی بود منتشر کردن. و این هم آخرین، این البته کوچک هست، اینجا خیلی مشخص نیست، به صورت کوچک در یک مجله فارسی یا ایرانی این آگهی ما چاپ شده. این یک آگهی است که ما همین شنبه گذشته در روزنامه کانادایی نشنال پست منتشر کردیم و در روی این مجله، معذرت میخوام، و در روی این آگهی نوشتیم We are one people و زیرش نوشتیم که History binds Iranian Jewish friendship، یعنی ما یک مردم هستیم و تاریخ، تاریخی که در واقع ما به اون اتکا میکنیم، نشون میده که این دوستی بین ایرانیان و کلیمی ها و یهودی ها برقرار بوده. و با پیام صلح و دوستی ما این آگهی رو منتشر کردیم بدون اینکه اون سازمان رو البته این بار خطاب قرار بدیم، برای اینکه ما در این آگهی که هزینه زیادی رو هم میطلبید که به اون روزنامه بدیم تا چاپ بکنه، البته در پاسخ به اون آگهی اولیه‌ای که اون سازمان داده بود، به هر حال با مساعدت و همکاری بسیاری از ایرانیان در تورنتو توضیح دادیم زیر آگهی که هدف ما چی هست و از طرفی هم این نکته رو برجسته کردیم در زیر آگهی که ما با جمهوری اسلامی فرق داریم و اونچه که احمدی نژاد هولوکاست رو رد میکنه، به یهودی ها حمله میکنه و اقلیت های مذهبی رو زیر فشار قرار میدن، این مسئله جمهوری اسلامی هست و مردم ایران
با این مسائل کاملا مخالف هستند و ما به عنوان جمعی از ایرانیان چنین در واقع فکری رو داریم که مطرح میکنیم. و خوشبختانه این اقدام بازتابی خیلی مثبتی داشت در جامعه ایرانی کانادایی و قاعدتا ایرانیان در دیگر نقاط دنیا هم مطلع میشن. و از طرف دیگه برای اولین بار بود که بسیاری از ایرانیان دور هم نشستن و به یک چنین اقدامی پاسخ مثبتی دادن و حتی از نظر مالی هم ما به مشکل نخوردیم، ایرانیان کمک کردن و این کار انجام شد. به خصوص که این نوع اقدامات که در واقع یک تبلیغاتی هست به ضرر مردم ایران، شرایط رو برای برخوردهای سخت‌تر با مردم در سراسر دنیا و حتی داخل ایران هم فراهم میکنه. و خب از طرف دیگری رو راه رو باز میکنه به این که ما در آینده بتونیم با همدیگر گروه های مدنی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی همکاری های بهتری داشته باشیم برای مسائل دیگر، که من این رو به فال نیک میگیرم آقای فرجی. و البته در رسانه ها هم گزارش این اقدامات، ما پریروز کنفرانس مطبوعاتی داشتیم که به مردم گزارش بدیم چه شد در این پروسه، که رسانه ها هم این رو قرار هست که پوشش بدن. خب راجع به این جلسه خودتون صحبت کردید، حالا سوال من از شما راجع به نشست واشنگتنه که عده در اون شرکت کردن با افکار گوناگون و بسیار بحث انگیز شده، نظر شما نسبت به نشست واشنگتن چیه؟ آقای فرجی در مورد نشست واشنگتن، من همونطور که در گذشته در مورد یه توضیح مختصر اول بدید بعد نظرتون رو بگید راجع به این نشست چه جوری بوده، شاید عده زیادی همیهنان ما ندونه اصلا این نشست چی بوده. بله، در شنبه و یک شنبه همین هفتهی که گذشت جمعی از ایرانیان فعال در حوزه سیاست دور هم نشستن در واشنگتن و اعلام کردند که میخوان یک کنفرانسی رو برگزار بکنن برای اینکه راه‌های پیش روی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت رو بررسی بکنن و در واقع همون بحث قدیمی اتحاد و ائتلاف اپوزیسیون هست و این بار با یک زاویه دید متفاوتی نشانه گذاری شده و با این عنوان بررسی راه‌های پیش رو و پروژه‌های مختلفی که گروه ها یا افراد ارائه میدن، که البته گفته شده که انگار نزدیک 8 پروژه رو مورد بررسی قرار دادن و 2 روز یا 3 روز به بحث نشستن و چند نفر اونجا سخنرانی کردن از شخصیت های اپوزیسیون و همینطور شخصیت های اصلاح طلب، افراد نزدیک به جمهوری اسلامی و از این پرم افراد که شدیداً مخالف رژیم هستن و خواهان براندازی هستن. یعنی از اون نقطه تا این نقطه شما در نظر بگیرید که افراد متفاوتی در این نشست حضور داشتن. من همونطور که در گذشته با هم بحث کردیم در مورد نشستی که در یادتون باشه استکهلم سوئد برگزار شد به عنوان نشست اولاف پالمه، یعنی مرکز اولاف پالمه در سوئد میزبانی کرده بود ولی از سوی ایرانیان برگزار شده بود، من دید انتقادی نسبت به اون اجلاس داشتم و به این اجلاس هم با همین دید انتقادی نگاه میکنم. خود من هم امکان حضور داشتم ولی شرکت نکردم به خاطر ترکیبی که در این نشست دیدم و روش کار، علاقه من نبودم حضور داشته باشم. البته هر گونه حضور و دور هم نشستن نیروهای فعال رو به فال نیک میگیرم و خب قدم مثبتی میدونم، به خصوص که این حوزه اونقدر وسیع شده که افراد دیگر مثل سابق با هم دیگر درگیری و تنش ندارن و گروه ها و افراد خیلی راحت تر و مسالمت آمیز و صلح آمیز در کنار هم می نشینن و بحث می کنن و این رو واقعا باید به فال نیک گرفت و نشانه پیشرفت یا به نوعی باید گفت نشانه پذیرش دغدغه دموکراسی خواهی و حقوق بشر دارن. ولی از سوی دیگر آقای فرجی، ما باید بدانیم که به عنوان یک اپوزیسیون چه جایگاهی داریم، چه خواستگاهی داریم و با چه اهدافی داریم فعالیت میکنیم. ما نمیتونیم خودمون رو مخالفان جمهوری اسلامی، منتقدان جمهوری اسلامی و کسانی که میخواهیم در جامعه دموکراسی و حقوق بشر برقرار بشه بنامیم و از سوی دیگر با کسانی که برای بهبود چهره جمهوری اسلامی فعالیت میکنن
اونهایی که برای تداوم و حفظ عمر جمهوری اسلامی دارن کار میکنن بنشینیم و مذاکره کنیم که میخواهیم در جامعه اصلاحاتی رو پیاده بکنیم. حالا این اصلاحات برای اصلاح نظام یا اصلاح پس از نظام بعد از انتقال قدرت، هر تعریفی که بخوایم اصلاحات رو بکنیم. در کنفرانس واشنگتن متاسفانه من دورادور شاهد این بحث بودم که افرادی علارغم اینکه خب این کنفرانس نکات مثبتی داشت و افراد زحمت کشیدن، هزینه کردن و این کار رو انجام دادن، ولی این رو من دیدم که آقای فرجی ترکیب این نشست ترکیبی نبود که در واقع به ما کمک بکنه برای گذار به دموکراسی. در واقع افرادی در این نشست شرکت کرده بودن که از جمهوری اسلامی دفاع میکردن. من در ابتدای بحث هم یک دیر رسیدم، ولی توضیحاتی که شما میدادید رو کاملا باش موافق هستم که افرادی آمدن در خارج از کشور و صاحب کرسی هایی شدن، امکانات و مزایایی دریافت کردن. در خود همین آمریکا به عنوان استاد مهمان، نمیدونم استاد دانشگاه، کسانی که در گذشته در رژیم جمهوری اسلامی بودن، نمیدونم مقامی داشتن، و حتی همین آقای موسویان که در جریان میکونوس شون متهم هست، الان در آمریکا ایشان در واقع به عنوان استاد دانشگاه و محقق داره فعالیت میکنه و زندگی میکنه. بعید نیست که در آینده یه نشستی هم برگزار بشه ایشون برگزار، یعنی با این ترکیبی که من دارم میبینم، برای اینکه در نشست واشنگتن افرادی میان از نظام جمهوری اسلامی دفاع میکنن و میگوین که اگر قانون اساسی یه مقداری اصلاح بشه و یه مقداری رژیم قبول بکنه اصلاحات حداقلی انجام بده، ما حاضریم بپذیریم. خب این قابل پذیرش نیست، برای اینکه جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته نشون داده که به هیچ عنوان قابل اصلاح نیست و ما نمیتوانیم به رژیمی که حتی اصلاح طلبان رو هم از قدرت بیرون کرده، کسانی که خودشون در تقویت این نظام، پایه‌گذاری این نظام نقش اصلی رو داشتن، کسانی که در دهه 60 در اعدام ها نقش داشتن، در کشتارها و شکنجه های دهه 70 نقش داشتن، امروز اونها به عنوان اصلاح طلب وقتی که دورشون تموم شد از قدرت کنار گذاشته شدن و الان بعضی از اینها دست به دست هاشمی رفسنجانی در خارج از کشور در حال اپوزیسیون سازی هستند. در حال این هستند که در واقع چرخش قدرت رو در داخل خود نظام انجام بدن. نه. این چرخش قدرت در سالهای گذشته، در سه دهه گذشته آقای فرج انجام گرفته. آقای خامنه‌ای تا دوره رفسنجانی قدرت مطلقه نبود که، بعد از اون تبدیل شد به قدرت مطلقه. خود همین آقای رفسنجانی هم باعثش بود. آیا الان ما باید بیاییم رفسنجانی رو رهبر معنوی بدونیم که تمام بدبختی ما رو ایشون باعث شده، و بعضی از رهبران اپوزیسیون که خودشون رهبر میدونن، من البته رهبر نمیدونم، با تمام احترامی که به فعالیتاشون هم قائلم، در جریان جنبش سبز دیدیم اومدن تو تریبون‌های بین‌المللی مثل صدای آمریکا آقای رفسنجانی رو رهبر معنوی جنبش معرفی می‌کردن. من اصلا واقعا میموندم که من به اینها چی باید بگم وقتی این بحثا رو مطرح. خب این جنبش رو در واقع حرکت مردم رو گمراه میکنن و از مسیرش خارج میکنن. آیا آقای رفسنجانی که با خامنه‌ای درگیره و یه مقداری منافعش به خطر افتاده، سیاستاش رو عوض کرده، مسبب تمام این همه مشکلات، فردا اومد قدرت بهتر از این خواهد بود؟ ما چرخش قدرت رو در جمهوری اسلامی دیدیم و هیچ وقت چیزی بهبود پیدا نکرده. آقای خاتمیش هم هیچ کاری نکرد، تمام خدمت آقای خامنه ای بود. بنابراین من نگران این نیستم که یه عده‌ای رفتن توی نشست ها در نشست های اپوزیسیون و خودشونو میخوان مطرح بکنن، نگران این نیستم که یه عده‌ای عقده های درونی خودشون رو
وسط کشیدن و به خاطرش در این نشست ها حضور پیدا کردن که در واقع بگن ما هم وجود داریم. بله آقای اردشیر، ما زیاد فرصتی نداریم، فقط خواهش میکنم سریعتر، 2 دقیقه دیگه شما فرصت دارید، بفرمایید. خواهش میکنم. من نگران این هستم آقای فرجی عزیز که امروز، یعنی نگرانی اینقدر فراتر رفته، من امروز نگران این هستم که جمهوری اسلامی در واقع برای ما آلترناتیو بسازه و آلترناتیو خودشو بیاره بیرون و ما دو دستمون باشه و یه سرمون. ما یه زمانی نگران این بودیم که بعضی گروه ها نمیدونم خود تمامیت ها هستن، بعضی گروه ها اشکال ایجاد میکنن، بعضی گروه ها چیزی برای عرضه کردن ندارن ولی ادعای رهبری دارن. امروز نگرانی ما از اینها هم فراتر رفته و اینها به مسائل حاشیه تبدیل شده. من امیدوار هستم که اپوزیسیون این دموکراسی خواهی و حقوق بشر رو یک مقداری جدی بگیره و فکر نکنه که دموکراسی یعنی این که با رفسنجانی بشینه یا با خاندان رفسنجانی یا افراد وابسته به جمهوری اسلامی که تا دیروز در جمهوری اسلامی بودن امروز اومدن خارج و با اونها بشینه. این کاملا اشتباه، این دموکراسی خواهی نیست، این عین خیانت به دموکراسی و حقوق بشر هست و مردم بعدش بدتر خواهد شد. پیام این نشست و این کنفرانس واشنگتن هر چقدر هم مثبت باشه و هر چقدر هم این دوستان زحمت کشیده باشن، اما من نگران پشت پرده هایی هستم که ممکنه خطرناک باشه و امیدوارم دوستان ما متوجه باشن و فریب دست های پنهان رو نخورن. جمهوری اسلامی امکانات زیاد داره و در خارج از کشور میتونه به راحتی سرمایه گذاری بکنه. بله سپاسگزارم آقای اردشیر گرامی، متاسفانه فرصت نیست، الان باید آگهی ها پخش بشه و بعد من ارائه بدم برام. سپاس تو هفته آینده که باز مجددا با هم صحبت میکنم. متشکرم آقای فرید. خب همینان گرامی، من معمولا در بین برنامه‌ام آگهی پخش نمیشه ولی چون من خواهش کردم از آقای شجری که امروز نیم ساعت به وقت برنامه من اضافه کنن، بنابراین درست همین زمان باید آگهی ها پخش بشه. توجه شما رو به چند آگهی جلب میکنم و بعد برمیگردیم و من صحبت میکنم با دکتر مسعود نقره‌کار. همینان گرامی، خب همینان گرامی، باز میگردیم به مطالبی که در برنامه مطرح کردم. همونطوری که قول دادم به شما در این قسمت از برنامه که امروز استثنا نیم ساعت به برنامه اضافه شده، گفتگو میکنم با دکتر مسعود نقره‌کار، محقق و نویسنده و فعال سیاسی. من همیشه در برنامه هم گفتم یکی از خوشحالی های من همکاری کسانی است که من دائما در فکر این بودم که بتوانم با این شخصیت ها در برنامه هم صحبت بکنم و راجع به مسائل تاریخی و مسائل روز میهنمون ازشون استفاده بکنم، یعنی خودم از نظر واقعا فکری ازشون استفاده بکنم. بسیار میآموزم من در این برنامه. یکی از اون کسایی که خیلی اعتقاد دارم دکتر مسعود نقره‌کار. دکتر نقره‌کار عزیز، درود بر شما. درود بر شما و بینندگان محترم عزیزتون. دکتر نقره‌کار عزیز، یک نامه سرگشاده هفته گذشته منتشر شد از آقای محمد نوریزاد. شما میدونید آقای نوریزاد خودش در رشته سینما همکاری داشته، فعال بوده، از نویسندگان کیهان اشغال شده تهران بوده، فیلم نام نویس بوده و کارهای فیلمی هم می کرده. حتی ایشون دوستی داره با آقای ابوالقاسم طالبی، کارگردان به اصطلاح کارگردان فیلم قلاده های طلا. فیلم قلاده های طلا در حقیقت یک مروری است بر وقایع 2 سال قبل که رژیم و علی خامنه‌ای در رأسش رأی مردم ایران رو دزدیدن. ایشون در این نامه سرگشاده فاش میکنه که این آقای ابوالقاسم طالبی عضو وزارت اطلاعات و در اصفهان فعال بوده و در اونجا دست به کارهایی میزده، حالا حتما شکنجهگر بوده اینا. و مینویسه که یه روز ایشون در مورد قتل شادروان شاپور بختیار با محمد نوریزاد صحبت کرد. آقای نوریزاد در این به اصطلاح نامه سرگشاده یه مقداری از صحبتهایی که این مردک طالبی کرده فاش میکنه که هیچ کدومش حقیقت نداره و من که در جریان بودم، چون عده زیادی از دوستان با شادروان بختیار همکاری میکردم، میدونم که اصلا فرم اینطوری نبوده، آدمایی که بختیار میخواستن بکشن با لباس عربی نیومدن، بلکه مسائل طوری دیگه بود. حالا من راجع به این نامه
و نظر شما میخواستم و نظرتون نسبت به قتل شادروان بختیار سوال بکنم. بفرمایید، گوش میکنید. بله، همونطوری که گفتید، نکته‌ای که آقای نوری‌زاد مطرح کردن در رابطه با ابوالقاسم طالبی، خب میدونید این روزا به عنوان یکی از خبرهای نسبتا مهم مطرح شده و آقای طالبی هم فی الواقع از قول یکی از مأمورین اطلاعاتی مطرح میکنن نحوه قتل شاپور بختیار رو و پیشنهاد اون مأمور امنیتی رو برای ساختن یک فیلم از این واقعه، که به نظر من میاد که این یک زمینه سازی است که در آینده یک فیلم مخدوش و تحریف شده ای رو بسازن در رابطه با شاپور بختیار و قتل شاپور بختیار. درست همین کپیه فیلمی که اخیراً ایشون ساخته و شما بهش اشاره کردید، در واقع فیلمی که مأمورین و سازمان اطلاعات کشور و در واقع نیروهای نظامی و امنیتی پشتشان برای تحریف تاریخ و مخدوش کردن آنچه که ما تحت عنوان جنبش سبز شاهدش بودیم. به هر حال جنبش سبز فقط آقای ابوالقاسم طالبی نیست، اگر برای خیلی ها رنج و درد و شکنجه و مرگ به همراه داشت، برای کسایی که به دنبال ذره آزادی و دموکراسی بودن، لااقل برای خیلی از این هنرمندان حزب‌اللهی یک سودآوری‌هایی داشت و خلاصه یک کره‌ای شد برای اینکه اونا روی نونشون بمانه. و آقای طالبی هم به هر حال در رابطه با این فیلم از این وضعیت استفاده کرده. اما در مورد شاپور بختیار که من برحال خود همین الان یک نمونه شد اشاره ایش بکنیم به قتلش و خود شخصیت ایشون، نظر من واقعا بر این است که البته الان ما در گذشته در دوره که شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر کارش رو شروع کرد خطا کردیم و اشتباه بزرگی رو لااقل خود من شخصا مرتکب شدم در اون مقطع، ولی بعدها که روی مسئله فکر شد و کار شد و تجربه نشان داد، به نظر من بختیار میشه به صراحت و قاطعیت گفت یکی از پر افتخارترین کارنامه های سیاسی و سیاستمداری رو در ایران داشته. این رو ویژگی های نظری فکری و سیاسی و رفتاریش نشون میدن، در گفتار حالا من اشاره میکنم و به لحاظ نظری لحاظ سیاسی چگونه ایشون پیش رفته بود در اون مقطع نسبت به حتی بخش از جنبش روشنفکری و روشنفکران ایران، و در عمل هم چگونه شجاعت و ایستادگی داشت که در اون مقطع پا پیش گذاشت. میدونیم که خب بختیار در مطرح میکنم به عنوان آخرین نخست وزیر شاه، بگمانه من اصلا همین نکته اشکالاتی داره. بختیار نخست وزیر شاه نبود. وقتی آدم دنبال میکنه و مطالعه میکنه میبینه که بختیار آدم مستقلی بود و هرگز نظرات شاه رو قبول نداشت و خودش نظرات خودش رو داشت و اون چارچوب پیش رفت. و بنابراین این که گاهی مطرم شد به عنوان آخرین نخست وزیر شاه، بگم آن من یک مقداری دقیق نیست، اون در اون خودش بود. و میدونید که فلواقع اصلا بلگو نبود، بلگو شاه نبود هیچگاه، و شاه هم همون موقع مطرح میکرد که با بیمیلی و اکراه و فشار خارجی اون انتخاب کرده، که میدونید روی انتخابش بحثی زیادی بوده که اصلا اطلاع دارید و من به اون اشاره نمی کنم. در هر حال بختیار یک چنین شخصیتی بود و به لحاظ نظری هم میدونیم که واقعا نظرات پیش رفته و مدرنی داشت، خواستار یک دولت سکولار و قانونمند بود، خواستار یک نظام پارلمانی بود. و خب یکی از عواملی هم که باعث قتل او شد، یک در واقع میشه گفت کینه‌ورزی شخصی خمینی هم بود. چرا؟ اینکه بختیار از اولین شخصیت‌های سیاسی در حکومت اون موقع بود که قاطعانه با روحانیت و مسئله دین
و خمینی خط‌کشی داشت و خب به یاد داریم که مطرح می‌کرد که فاشیسم ملاها از فاشیسم نظامیان به مراتب سخته. در همون مقاطع اگر خب شما بهتر از من به یاد دارید، من می‌دونید که چگونه روی مسئله جدایی دین از حکومت که این روزها به هر حال ما اهمیت چون بیشتر از اون مواقع درک میکنیم تأکید داشت که خب بخشی از ما این رو واقعا متوجه نشده بودیم که من حالا به اون اشاره خواهم کرد. به هر حال بختیار این دیدگاه رو از قبل داشت، میدونید که حتی تزش رو در رابطه با این مسئله نوشته بوده دوره که در دانشگاه سوربن بوده و این دیدگاه ها هم بود. برای به لحاظ نظری وقتی نگاه میکنیم جنبه های مختلف که الان وقتش نیست آدم بهش یعنی در واقع اشاره میکنم اشاره میشه، براستی آدم پیشرو و پیشرفته ای بود و در رفت کردارم من همون جوری که گفتم بسیار آدم شجاعی بود. اون نامه فعلگاهه شون که با فروهر سنجاری بود حتما به یاد دارید که بحث رعایت قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در اون مقطع مطرح میشه، اون شروع افکانش و بالاخره همونطوری هم که خودش گفت اصلا اومدنش تو اون مقطع واقعا همون تعبیری که خودش داشت و از شعری از غلام علی ربیع آذرخشی گرفته بود، همون بحث مرغ طوفانی رو که مطرح میکنه بالواقع بودش. در مورد ترورش که شما هم اشاره کردید، واقعیتش از همون موقع خب قصد حکومت اسلامی ترور شاپور تختیار بود. اینو خلخالی در اون کتابش که فکر میکنم ایام انزوا اسم کتاب خلخالی است مطرح میکنه که چجوری از همون روزای اول به دنبال این بودن که شاپور بختیار رو ترور بکنن و خب میدونستن که این شخص تاثیرگذاری است و میتونه به هر حال سازماندهی بکنه و به عنوان یکی از شخصیت اپوزیسیون برای حکومت اسلامی تولید دردسر بکنه. و خب نه تنها خود شاپور بختیار، میدونید که همون اوائل بسیاری از همراهان اونو اعتداد از همراهان رو به قتل رسوندن. آقای برومند بله صدای من میاد؟ بله بله میگم آقای برومند مثلا بله بله اصلا در ترکیه سرهنگ فرزانه رو به قتل رسوندن همون اوائل که بعد خب بختیار اعلام کرد که یکی از افرادی بوده که جز شاخه نظامی نهضت مقاومت ملی ایران بوده، یا سرهنگی اگر اشتباه نکنم به نام سرهنگ آمری من. یعنی از همون هنگام اینا شروع کرده بودن شطرفان یک نظامی بویژه که به بختیار نزدیک بودن و ترور کنن، در ترکیه این کار رو انجام دادن و بعد هم میدونید که در پاریس همون که شما اشاره کردید و سرانجام هم میدونید یک بار در سال 59 سعی کردن همون انیس نقاش در واقع سعی کرد که بختیار به قتل برسونه نشد و 11 سال بعد در سال 1970 همونطوری که اطلاع دارید از طریق هوشنگ بوراحمدی که خودش هم عضو فریدون بوراحمدی فریدون بله ببخشید که خودش هم جزء در واقع شورای نهضت مقاومت ملی ایران بود و به همراهی علی وکیلی راد و محمد آزادی و این مجموعه دیگه اون فاجعه رو به وجود آوردن و اون قتل رو انجام دادن. بعد هم وکیلی راد آزاد شد، میدونید که حتما به ایران رفت و وقتی هم به ایران رفت دیدیم که دست گل انداختن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ازش استقبال کرد. فلواقع خب تایید قطعی اگرچه از قبل مردم بود که قتل بختیار و سروش کتیبه به وسیله حکومت اسلامی بوده، ولی همین رفتار نشون میداد که جای شکی رو باقی نمیذاشت. در مورد ترورش که من فکر میکنم حالا اگر سوالی بود میتونیم بازمش صحبت کنیم، ولی یه نکته رو من اشاره میکنم و دیگه میگذارم اگر سوالی هست این ماشه، و اون خطایی که در رابطه با حمایت از عدم در واقع حمایت از شاپور بختیار در همون دوره
37 روزه این خسروزیریش انجام شد و میخواستم بهش اشاره داشته باشم. میدونیم که بخش بزرگی از روشنفکران ایران و سازمان های چپ و ملیگرا و حتی بخش عظیمی از مردم بگیش طبقه متوسط شهری هستن از این نخست وزیری و از این دیدگاه های روشن نه تنها حمایت نکردن بلکه دوستان نزدیک آقای بختیار یعنی اعضای جبهه ملی میدونید که هم مسلکانش رای به اخراج او از جبهه ملی تو مقطع دادن و اونو به عنوان یک سلطنت طلب خیلی مورد به هر حال سرزنش و توهین و تحقیر قرار دادن. این به گمان من یک خطای بسیار بزرگی بود به ویژه از جانب برها روشنفکران ایران. البته همه روشنفکران این گونه نبودن ولی بخش اعظم واقعا این گونه بود و به یاد دارم الان یه یادم افتاد که مثلا خانم مخشید علی شاهی واقعا در همون مقطع در روزنامه آیندگان یک مطلبی نوشته بود در حمایت از بختیار که عنوان مطلبش هم اگر اشتباه نکنم این بود که آیا کسی نیست از بختیار حمایت کنند. برای میخوام بگم روشنفکرانی هم بودن در اون مقطع چه روشنفکران فرهنگی و چه روشنفکران سیاسی از بختیار حمایت کردن ولی خب نه بخش اعظم اینطور نبود و متاسفانه سازمان های سیاسی به ویژه سازمان های چپ که به اون درک پوپولیستی و عدالت طلبانه که اونا رو نزدیک میکرد به درک های مستضعفانه به هر حال حاکمیت و خمینی و اینا رو میشه عنوان کرد که خب خطای بزرگی بود. حتی من به این نکته اشاره میکنم حتی ارتشی ها هم اون موقع برخیشون فلواقع از بختیار حمایت نکردن. اگر به یاد داشته باشید ارتش بود فریدون جمع حتی سر باز زد از این که در کابینه بختیار بیاد. به هر حال یک مجموعی رو میشه در اون وقت عنوان کرد که متاسفانه از این به هر حال شخصیتی که میتونست راهی باشه برای اینکه جامعه ما به آزادی و دموکراسی نزدیک بشه حمایت نشد که جای بسیار تأسف داره و الان هم که به هر حال مسئله مرگش دوباره ببیشه از سوی این مأمور اطلاعات و امنیت مطرح شده و من فکر میکنم دارن زمینه سازی میکنن که با توجه به اینکه بختیار الان شخصیتی بسیار مطرح به عنوان یک حالا به شخصیت معنوی به ویژه خوب حرکتش به گمان من یک پیروزی معنوی براش بود مطرح است به طوری دوباره بیان توی میدون و این چهره رو مخدوش و تحریف بکنن و همین بحث فیلم ساختن و این چیزای دروغی که در رابطه با نحوه قتلش مطرح میکنن اینا خودش نشون میده که دارن چنین زمینه سازی میکنن. من رسته باشم رسونده باشم مطلبو. خیلی جالب بود آقای دکتر نورکار عزیز. متاسفانه فرصت نداریم. من اتفاقا دلم میخواد یک بار دیگه راجع به این نوشته کتاب جدیدی که آقای قانعی فرد ورداشته نوشته و سوالاتی که مطرح کرده که این سوالات برای من خیلی سوال برانگیزه از آقای پرویز ثابتی و این تهمتایی که با آقای بختیار زده در این مورد من هم با همکاران شادروان بختیار و هم با خود شما که آدم محققی هستید و در این مسئله تحقیق میکنید بیایم بشینیم موضوع رو مطرح بکنیم چون در این کتاب تهمتایی به میلیون ایران به خصوص به بختیار زده شده که هم از طرف آقای ثابتی تایید شده و هم این سوالات که بسیار بحث برانگیزه این آقای قانعی فرد در این جریان کرده که من این موضوع خواهم شکافت راجع به اینا صحبت بکنیم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر نقره‌کار تا هفته آینده که باز مجددا با هم صحبت میکنیم. من هم سپاسگزارم از شما. ممنون. خب عمیانان گرامی وقت برنامه من به پایان رسید. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده که روز دوشنبه ساعت 8:30 شب به وقت لس‌آنجلس خواهد بود خدا نگهدار. زنده باد آزادی پاینده ایران.